دو عکاس فوق‌العاده خلاق که هیچ محدودیتی برای کار خودشون قائل نیستن. دو عکاسی که مدام در کار کشف ماهیت عکاسی بودن. دایدو موریاما و شومی توماتسو هر دو خودشون رو با سگ‌های ولگرد مقایسه کردن. شومی توماتسو تعریف میکنه که در دوره از زندگیش در هتل زندگی میکرده. مرتب از این هتل به اون هتل میرفته و محله ها و فضاهای جدید رو کشف میکرده. درست مثل یک سگ ولگرد که دائم محیط جدیدی کشف میکنه. به خصوص که اغلبم از کف زمین عکس میگرفته. در عکس های دایدو موریاما هم باز این نوع رابطه با شهر و خیابون رو میتونیم ببینیم. خودش هم میگه که شیوه کارش بسیار غریزیه. گاهی اصلا تلاشی برای کادربندی نمی کنه. در شهر پرسه می زنه و رابطهش با شهر یه جورایی فیزیکیه. شومی توماتسو که به نوعی استاد موریاما محسوب میشه در سال 1930 در ناگویا به دنیا اومد و بعد اتمام تحصیل در رشته عکاسی ساکن توکیو شد تا کارش رو به عنوان عکاس مستقل شروع کنه. در اون دوره او شاهد جامعه در حال تغییر ژاپنه. جامعه‌ای وحشت زده از جنگ و بمب اتم. توماتسو از دهه 50 تا 70 میلادی مبدل به عکاس شاخص یک نسل شد. کتاب‌های عکس زیادی منتشر کرد با عکس‌های از توکیو و همینطور هیروشیما و ناکازاکی. او چند نسل از عکاسا رو تحت تاثیر قرار داد، نه فقط عکاسای ژاپنی، بلکه در سطح بین‌المللی. او در سال 2012 از دنیا رفت و این نمایشگاه در واقع ادای دینی به او و سالهای کار عکاسیش. دایدو موریاما جوان‌تره و متولد سال 1938 در استان اوساکا است. بعد از تحصیل در رشته طراحی صنعتی مشغول عکاسی میشه و در سال 1961 به توکیو میره تا به آژانس عکس ویوو که توماتسو تأسیس کرده بپیونده و مهمتر این که خود توماتسو رو که بسیار تحسین میکنه ببینه. به این ترتیب او هم به نوعی به نسلی از عکاسای ژاپنی میپیونده که خلاقیت غریبی در آثارشون دیده میشه. در سالهای 1960 و 1970 موریاما تعداد زیادی کتاب عکس منتشر میکنه و انگار با هر مجموعه معنا و مرزهای عکاسی رو از نو تعریف میکنه. با دیدن آثارش در همین نمایشگاه آدم احساس میکنه با یه عکاس جوان طرفه که هنوز کلی حرف برای گفتن داره. در این نمایشگاه به هر کدوم از این دو عکاس یک طبقه ساختمون رو اختصاص دادیم تا بیننده بتونه متوجه انسجام و در این حال تنوع آثارشون بشه. درباره شباهت و تفاوت آثار این دو باید گفت شومی توماتسو یکی از اولین عکاساییه که رویکرد عینی و مستندگونه عکاسی رو که هنوز در اون دوران غالب بوده زیر سوال میبره و یک فضای ذهنی قوی وارد عکاسی میکنه. هرچند این ذهنیت خودش در خدمت یه جور گزارش دادن خبری و انتقاد از مسائل سیاسیه. برای مثال فرایند آمریکایی شدن جامعه ژاپن یا جنبش‌های اعتراضی دانشجویی. دایدو موریاما در دهه 60 با درهم ریختن قواعد عکاسی مسیر جدیدی باز کرد. او بسیار تحت تاثیر استادش توماتسو بود و تونست در ذهنیت گرایی در عکاسی از استادش هم جلوتر بره. او که معتقد بود عکاسی کردن پیش از هر چیز یه جور تجربه کردنه، موفق شد از عکاسی واقع گرایانه کاملا فاصله بگیره.
شباهت این دو به هم در آزادی بی حدشون در کار عکاسیه. توماتسو گاهی رویدادهای سیاسی رو به تصویر میکشه، گاهی از اونجا در اطرافش میگذره عکسهای انتزاعی خلق میکنه و در این حال در بعضی از عکس‌ها در حال تجربه کردن و خلق تصاویری معماگونه، چند لایه و محوه. شومی توماتسو و دایدو موریاما در عکس‌هاشون به شهر به چشم فضای عمومی نگاه میکنن. شومی توماتسو نگاهش به جامعه است، به اونچه بر ژاپن پس از جنگ میگذره. برای اون جایی که همه چیز بروز میکنه و اتفاق به وقوع میپیونده فضای عمومیه. دایدو موریاما هم یه عکاس خیابونیه که فضای شهری رو مثل صحنه تئاتر میبینه و شهر براش مکانیه که در اون کمدی و درام هر دو در جریانه. جایی که همه چیز موضوع نگاهه و میشه صحنه‌های بیشماری از زندگی با شخصیت‌های متفاوت رو کشف کرد. شهر برای او دکوریه که سقفش آسمونه و امکاناتش نامحدود.